سلام و وقت بخیر به سرویس خبری ساعت شش هزار ورد با من ریحانه رابه و همکارم منیر سمدی خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها کوچ ده ها خانواده در غزنی طالبان زمین باشندگان سی روستا را به کوچی ها واگذار کردند. رسانی پاکستانی طالبان برای رهبری تی تی پی جواز ویژه اقامت در افغانستان و حمل سلاح صادر کردن طالبان در پروان لوگر شش نفر را به اتهام لواطت و فساد اخلاقی شلاق زدند. جبهه مقاومت ملی دو عضو طالبان در یک حمله در کابل کشته شدند. احمد مسعود مذاکرات دو سکوی پرتاب طالبان به قدرت شد. طرح شناسایی و اخراج پناهجویان افغان از منطقه ری ایران آغاز شد شورای امنیت از سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی نشست پیرامون افغانستان برگزار می کند <متصفح> مشروح خبرها منابع محلی در غزنی میگویند که طالبان دستور کوچه اجباری ده خانواده در ولسوالی ناور این ولایت را صادر کردند. منابع روز دوشنبه دوازده سنبله به روزنامه اشت صبح گفتند که طالبان ده جریب زمین زراعتی و علفچر باشندگان رستاهای واغ، سردریا و برکی این ولسوالی را در یک فیصله ناعادلانه به کوچه ها سپردند. به گفته منابع این دستور پس از دعوای کوچی ها و فیصله دادگاه ابتدایی طالبان در ناور از سوی رئیس اقوام و قبایل این گروه در غزنی صادر شده است بر اساس اطلاعات منابع طالبان به با باشندگان این رستاها هشدار دادند که هر چه زودتر مناطقشان را ترک کنند با این حال باشندگان محل میگویند که آنان این زمینها را از پدرانشان به گفتنی است که انتقام جویی از شهروندان و کوچ اجباری آنان توسط طالبان طی سه سال گذشته در نقاط مختلف کشور ادامه داشته است. در تازه ترین مورد، والی طالبان برای غور در تبانی با وزارت اقوام و قبایل این گروه دستور تخلیه حدود 600 خانواده را در ولسوالی دولتیار این ولایت صادر کردند. طبق این دستور طالبان، ساکنان منطقه جنوب دریای حریرود باید بدون انتقال دارایی ها محصولات زراعتی و حتی دروازه و کلکین های خانه این منطقه را ترک کنند. یک رسانی پاکستانی گزارش داده است که طالبان برای نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی تی, تی پی و مزاحم محسود همکار او جواز اقامت ویژه در افغانستان و حمل سلاح صادر کردند. پی تی وی روز دوشنبه دوازده سنبله به نقل از اسناد دست داشته خود نگاشته است که طالبان برای هر یک از این دو فرمانده ارشد تی تی پی یک اراده موتر نیز فراهم کردند. بر بنیاد گزارش موتر نوی فولدر مدل 2005 در اختیار نورولی قرار گرفته و همچنان جواز دو مل سلای نو کالاشینکوف به وی صادر شده است در گزارش آمده که مزاحم نیز اول سال جاری میلادی جواز اقامت ویژه در افغانستان از سوی طالبان دریافت کرده است بر بنیاد اطلاعات این جواز برای مفتی مزاحم تنها در کابل پایتخت و مناطق جنوب و شرق افغانستان قابل اعتبار است و همچنان مانند نورولی اجازه دارد یک موتر و دو کالاشینکوف داشته باشد. طالبان تکنون در این مورد واکنش نشان نداده اند. دادگاه عالی طالبان از اجرای حکم شلاق بر چهار نفر در پروان و دو نفر دیگر از جمله یک زن در لوگر خبر داده است. در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که در پروان چهار نفر متهم به لواطت بر اساس حکم دادگاه ابتدایی ولسفالی سید خیل امروز دوشنبه دوازده سنبله شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که این چهار نفر هر کدام به سی ضرب شلاق و از یک تا دو سال زندان محکوم شدند. دادگاه عالی طالبان گفته است که دادگاه ابتدایی این گروه در ولسوالی برکی برک لوگر یک زن و یک مرد را به اتهام فساد اخلاقی و فرار از خانه در ملای عام شلاق زده است. در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که این دو نفر هر کدام با پنج سال حبس و سی ضرب شلاق محکوم شدند. گفته شده که حکم شلاق این افراد هفته گذشته اجرا شده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت مجازات بدنی در ملای عام را بازگرداندند. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین المللی و کرامت انسانی می دانند و خواستار توقف آن شدند. جبهه مقامت ملی افغانستان می گوید که در حمله نیروهایش علیه طالبان در کابل، دو عضو این گروه کشته و سه عضو دیگری آنان زخمی شدند. این جبهه با نشر اعلامیه گفته است که این حمله دیشب شنبه دی سنبل در ساحه چهارراهی 500 فامیلی در حوزه 15 شهر کابل انجام شده است. در اعلامیه این جبهه آمده است که این حمله زمان انجام شد که ملیشه های گروه تروریستی طالبان مشغول گشت و گذار در مناطق مسکونی بوده و به آزار و اذیت مردم می پرداختند. جبهه مقامت ملی افغانستان گفته است که در این حمله واسطه نظامی حامل طالبان تخریب شده و به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است. مسئولان امنیتی طالبان در کابل تا اکنون در مورد این حمله اظهار نظر نکردند. جبهه مقامت ملی افغانستان از این نیز بارها از حملات علیه طالبان در کابل خبر داده است احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که مذاکرات دوحت طالبان را از یک گروه شورشی به بازیگران سیاسی تبدیل کرد و سکوی پرتاب این گروه به قدرت شد آقای مسعود در گفتگوی که روز یکشنبه یازده سنبله در وبسایت سی منتشر شده گفته است که اگر آمریکا بدون مذاکرات دوها از افغانستان خارج می شد اکنون طالبان در قدرت نبود. این گفتگو را پیتر برگن، تحلیلگر مسائل امنیتی در شبکه خبری سی با احمد مسعود از طریق ایمیل انجام داده است. آقای مسعود گفته است که طالبان در میدان جنگ پیروز نشدند، پشت میز مذاکره پیروز شدند. او افسوده است که عواقب این مذاکرات ویرانگر بود و نیروهای مسلح افغانستان را تضعیف کرد. روابط با ترورست ها را عادی کرد، آزادی هزاران افرادگرا را از زندانهای ما تسهیل کرد و راه را برای سقوط دولت ما هموار کرد. احسان حیدری مدیر کل امور ادبای خارجی تهران پایتخت ایران می گوید که طرح شناسایی و اخراج پناهجویان افغان از منطقه ری آغاز شده است حیدری روز یک شنبه یازده سنبله گفته است که این روند تا اخراج آخرین پناهجو ادامه خواهد داشت و هشدار داده است که بر بنیاد قانون کار ایران با کسانی که پناهجویان بدون مدرک را در کار استخدام می برخورد جدی خواهد شد این مقام ایرانی افزوده است آنها صاحبان کار در مرحله نخست جریمه می شوند و در صورت ادامه از 90 تا 180 روز زندانی خواهند شد با این حال علیرضا فخاری والی تهران نیز تاکید کرده است که پناهجویان بدون مدرک اقامت فورا ایران را ترک کنند ایران در این اواخر روند اخراج پناهجویان را افزایش داده است این در حالی است که چند روز پیش مقام های محلی طالبان در هیرات گفته بودند که ایران پناهجویان دارای مدرک را نیز اخراج می کنند با گفته آنان روزانه 50 تا 60 شهروند افغانستان با داشتن سند و مدرک قانونی که زمان اقامت آنان هنوز باقی مانده است از ایران اخراج می شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی پیرامون افغانستان برگزار می کند. بر اساس گزارش این شورا در این نشست رضا اوتونبای و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گزارش از وضعیت سیماهی افغانستان ارائه خواهد کرد. افزون بر این رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد و یک نماینده از فعالان جامعه مدنی نیز به اعضای این شورا توضیحات در مورد افغانستان ارائه خواهد کرد. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است، شورای امنیت در ماه سپتامبر نشست سی ماهه درباره افغانستان تشکیل خواهد داد. انتظار می رود رزا اوتونبایوا نماینده ویژه و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و سیما باهوس مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد توضیحات از اوضاع افغانستان ارائه کنند روزودین که به یکی از مرکزهای توضیح شناسنامه آمده می گوید که از پنج روز به این سو تلاش دارد برای یکی از بستگانش شناسنامه بگیرد اما تا اکنون موفق به دریافت آن نشده است این مرد از مسئولان می خواهد که در روند توضیح شناسنامه ها برای مردم تسهیلات را به میان بیاورند روزودین گفت پنج روز شده برای گرفتن شناسنامه آمده ایم و در این روزها با مشکلات زیادی روبرو شدم هرچی می کار ما پیش نمی روید. تنها سه روز در شعبه بایومتریک بودیم. محمدی درخواست کننده گفت یک نفر بیچاره و غریب روزانه 200 افغانی مزد می گیرد، کار می کند این آدم پانزه الا بیست هزار از جیب خود میماند ماند می آید کابل که کارش خلاص شود پولش خلاص می شود اما کارش نه برخی از این درخواست کننده ها خواهان ایجاد شعبه های جدید توضیح شناسنامه برقی در پایتخت و تسریع در روند توضیح آن شده است. از اینکه تا پایان این سرویس خبری با ما بودید جهان سپاس تا دیدار بعد بدرود